bu hayatta. Dost bildiklerin tarafından sırttan vurulmak var bu hayatta. Aldatılmak, kandırılmak, ihanete uğramak var bu hayatta. Kalabalıklar içindeyken yapayalnız kalmak var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitmek var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitmek var bu hayatta. Başlamak çok zor ama imkansız değil. Düşmüşken yeni baştan kalkmak çok zor ama imkansız değil. Tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Bu hayatta tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. تموم شد داداش. ممنون داداش، دست در نکنه. صبح بیام؟ صبح میام دنبالت، حاضر باش. خوب بخوابی. تو هم داداشم. یه دقیقه برو کنار. داداش من دارم میرم. اصلی چی؟ اون خیلی وقته که رفته، بیچاره سر پا خوابش برده بود. بگیر اینو. این چیه داداش؟ بگی پسر، نصف سود امروزه. داداش نسبت به من چیز نمی کنه که. چیز نمی کنه؟ ترحم. بچه مثل که تو حرف حالیت نمیشه. بیا بیا اینجا، بیا خودت بشین حساب کتاب کن. دمت گرم. بعد از این دیگه تخت گاز میرم جلو. تو دیگه واس خودت مردی شدی. آفرین آفرین، یه مرد با جنم. آدم نباید از هدفش به آسونی بگذره داداش. مامانم به اندازه کافی اذیت شده، نمیخوام دیگه ناراحت باشه. به پروانه هم گفتم از این به بعد هر کاری باشه میکنم، تو هم لطفا تو ذهنت باشه. باشه بجام، بجام امروز روز سختی بود، برو یکم استراحت کن. پاپی بیا دخترم، بیا 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 ببینمت. بیا خیش بیا. شب بخیر. داداش یه چیزی بگم، اگه تو حسابت پول داری یکم بده با آتش، بذار یکم خیالش راحت باشه. تو حسابم پول نیست. از چی کار کنی؟ صندوقم که خالیه. همه رو دادم بهش. واقعا؟ خیلی با مرامی. منم امشب تو همین فکر بودم یه چیزی براش جور کنم. آفری مچه، به داداش منی. خیلی مردی. خوابت میاد؟ یکم خستم. که این تو پس ایچی. چطور مگه؟ گفتم بریم یه لبی تر کنیم. آره بریم. بریم؟ باشه. خیلی خب بریم. بجام. چی بخوریم؟ نمیدونم.
حالا فهمیدی اذان صبح ساعت چنده؟ کله سحر. چی شو؟ ها؟ چیو نگاه میکنی؟ همینجوری چشمم افتاد. اگه هنو بیدار نشدی بگو. اگه خواستی من رانندگی میکنم. اونا چیه؟ قصه بانک. میخوای پرداختش کنی؟ آره حتما پرداخت میکنم. پسر من پولم کجا بود آخه پروانه ها؟ این کارا رو بابام میکرد. از پارسال تا حالا همشون مونده. حالا اول باید برم ببینم چقدر بدهی داریم بعد. من چیزی نخوردم. تو گرسنه‌ات نیست؟ منم چیزی نخوردم. داشتم یواشکی میزدم بیرون که مامانم منو دم در گیر انداخت. اینو برام درست کرده بود داد بهم. بیا. بابا ای والا. آتش تو خیلی خوش شانسی. نه بابا. چطور؟ اونایی که مامانشون زنده است تو این زندگی هر چقدرم که سختی بکشن بازم جز بندهای خوش شانس خدا. اینو یادت نره آتش. تا وقتی که جواب منو ندی شانس دیدن مامانت رو هم از دست میدی. تو چی میخوای از جون من؟ بس دیگه. میخوام ببینمت و چیزایی که میدونم رو بهت بگم. بعید میدونم چیزی بدونی. خودت میدونی. جانم نه داداش نه. باشه چی شد؟ چیزی نیست. با کی حرف زدی و احمد رفت تو هم؟ یارو اسمش یوسف بشکونه تو محله گنبد میشینه. اون زنگ زده بود. خب حالا این یارو چی کار است؟ یه آدمه که دستش تو کارهای خلافه. منم زیاد باش قاطی نمیشم. خب دیگه میگه تو ازمیر یه ماشینه که خیلی هم لوکسه. مثل ماشینایی که از خارج میارن اما هنوز بیمه نشده. از کشتی آوردنش بیرون تو پارکینگ مونده. اینا هم دنبال یه آدمه مطمئن میگردن که اونو براشون بیاره اینجا. پول خیلی خوبی هم بهش میدن. خب بیاریمش. بیاریمش؟ به نظر تو چرا برای این کار به این آسونی اینقدر پول میدن؟ خب حتما چون بیمه نداره. اونم یه همچین ماشین گرونی. واسه این کار آدم مطمئن پیدا نمیکنن. آفرین بچه باوشی هستی. پسر من از 16 سالگی همچین ماشینه ای سوار میشم. جیکوپیکشونو میدونم. جیکوپیکشونو میدونی؟ آفرین. اما خدای نکرده اگه تو را تصادف کنی اون موقع است که کلیاتو بفروشی پول ماشینو بدی. چی میخواد بشه پسر؟ دیوونه شدی؟ یه نگاه به وضعمون بنداز. الان تو اون وضعیتی نیستیم که بخوایم انتخاب کنیم یا بترسیم. از سرما دستامون داره یخ میزنه پروانه. الان بخاری رو روشن میکنم. نه آتش قاطی این بازی ها نشی. برادر من عزیز من میگم الان گاومون زایده اون وقت تو حالشو میپرسی؟
واقعا؟ حالا پسر یا دختر؟ ها، الانم همینجوری مسخره بازی در بیار. پیش پسر، راجع به این کار یه خورده فکر کن. نه آتش، اگه شدنی بود میگفتم باشه، از اینکه به طرفش زدم پشیمونم نکن. از کجا میای؟ کجا بودی؟ صبح شما هم بخیر روزای. خونه یه همون جاهد بودم. که چی مثلا مثل آدم های بدبخت واسه خوابیدن میری میمونی خونه مردم؟ نکن بابا، صدای اونا اینقدر نیار. چیه مگه؟ این پاروه دیگه، ورزش برای سلامتیه. واسه سلامتیت هم که شده بهتره این روزا طرف من نیای. ای بابا، مگه من چی کارت کردم؟ دیگه چی کار میخواستی بکنی؟ اون زنه رو دوباره آوردی اینجا، گن زدی تو اعصابم. تو توی انتخاب عشق اشتباه کردی، مگه تقصیر منه؟ حالا میبینیم بعد از این چی تقصیر توه چی تقصیر تو نیست. این دیگه چجور تهدید کردنیه ها؟ خواهیم دید. مهموناتون اومدن آقا گننج. بگو بیان تو. چه خبره؟ بدون من تنها تنها میخوای انتقام بگیری؟ این واسه تو زیادیه اوزای، زیادیت میشه. بچه جون، اینقدر تق تق صده اینو در نیار، رفت تو مخم. عمو جاهد کارت داشت، میخواست در مورد هتل یه چیزایی بهت بگه. من از کسی کمک نخواستم، خودم از پسش برمیام. اوزای، رو اعصاب من نرو، فهمیدی؟ چه خبره اینجا؟ یوسف، خوش اومدی. ممنونم. داشتم میگفتم که آقا گننچ ما رو فراموش کردن. مگه میشه فراموشت کرد؟ تو رفیق روزای بدمی. گفتی رفیقت ها؟ آره. یوسف، برام اوران ارغوان رو پیدا کن. اون اوران ارغوان هتل دار میگی؟ نره، یه حسابی باش دارم. حسابتم انگار بد جوری جدیه. یه چند شب و روزی طول میکشه حساب پس دادنش، تو اونجوری فرض کن. صابونه خوردین؟ نه. بیا صابونه بخوریم. خاله خدیجه اینجا بودی؟ صبح بخیر دخترم. صبح بخیر. تخم مرغ داری؟ مگه میشه نداشته باشم؟ خیلی ممنون. دست درد نکنه. به سلامت. ستاره، میتونیم حرف بزنیم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ زود باش از اینجا برو. ستاره لطفاً به من گوش بده، من بدون شما نمیتونم زندگی کنم. خیلی هم خوب میتونی زندگی کنی. پس تا حالا چجوری زندگی میکردی؟ ببین، دیشب تو اورژانس گذروندم، تنگی نفس داشتم مثل آنفاکتوس، حالم بد شده بود. بس کن، تو رو خدا نمیخوام اینا رو بشنوم، برو. ستاره لطفاً، من میخوام دخترم رو ببینم. حق نداری پا تو از اینجا جلوتر بذاری. لطفاً با من این کارو نکن. من شوهر تو هم ستاره. چی؟ شوهری؟ دیگه شوهرم نیستی، هیچ کس من نیستی. حالا دیگه واقعاً اینجوریه؟ من سالها اسرار تو رو با خودم حفظ. کافیه دیگه، منو با این حرفات نترسون. تو ترسیدی که به همه بگم. تو آدم پست و عوضی هستی. آره عوضیم، میدونم. بذار ببینم، وقتی رفتم گفتم همه فهمیدن، اون موقع کی عوضیه؟ اینجوری میخواستی برگردی خونه؟ اینجوری؟ نقشت این بود؟ بهتره بیشتر از این خودتو تحقیر نکنی. ستاره من معذرت میخوام، من عصبی بودم، اینجوری حرف زدم. من به کسی حرف نمیزنم، فقط میخواستم سورو ببینم.
دیگه تو این خونه اثری از تو نمونده. از زندگیمون گم شو بیرون. خونش این بود چنگیز؟ این جست داشت. افران ارغوان، کجایی؟ بودرو؟ چی؟ نزدیک خونه شما نیست، پایین تره، طرف چیزه. حرف نزن ببینم، باید همدیگه رو ببینین. چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ بابام همه یه حسابا رو خالی کرده. میدونی بدهی کارت اعتباری مامانم چقدره؟ چقدر؟ 44,000. تازه این فقط یکیشه، سو هست، من هستم. زندگیم به هم ریخته. پاشو بیا اینجا بشینیم با هم حرف بزنیم. باشه، اومدم. راستی داری میای اصلی هم با خودت بیار. اونو برای چی؟ خب دلم براش تنگ شده. آه باشه، حله. باشه، یه کاری دارم بعدش میام. باشه؟ باشه، فعلا. خیلی خوب. شوهرتونم راضین که جدا بشی؟ راستش فکر نکنم راضی باشه. میتونه دردسر باشه؟ پس تو یه جلسه تموم نمیشه ستاره خانم. اگه شاهدی هم داشته باشین تو دادگاه خیلی میتونه به دردمون بخوره. در واقع زیاد واجب نیست، به نظر شما لازمه؟ خب هم به خاطر اینکه زود حل بشه، هم از نظری گرفتن نفقه. من هیچ پولی ازش نمیخوام، فقط میخوام زودتر تموم شه. اگه کمتر از یه ماه طول بکشه خیلی عالی میشه، امکانش هست؟ ما فردا پرونده طلاقتون رو باز میکنیم، نگران نباشین. شاهدم داری؟ فقط خدا شاهده، یعنی بالاخره اون پدر بچه هامه دیگه. متاسفانه این کارو با مراعات کردن نمیشه، اما یه امتحانی میکنیم. من متنشو آماده میکنم براتون میفرستم. خیلی از شما ممنونم. باشه، میبینم. تو دم در باهاتون میام. پس من منتظر خبر از طرف شما هستم. باشه، حتما. به سلامت. من به شما گفتم که نیستن آقا یوسف. اگه اومد خبر میدی باشه؟ اگه این ورا پیداش کنم یه استخون سالم تو بدنت نمیذارم، فهمیدی؟ باشه آقا، مگه میشه بهتون بگم؟ پسر، این عمران خیلی مارمولکه، از هر کجا که دمش رد میشه خودشم رد میشه. چی شد کار این ماشین که از ازمیر میخواست بیاد؟ پروانه نشد، دارن دنبال یکی دیگه میگردن. پروانه پسر خوب و پاکیه، یکی مثل اونو پیدا کنی که قیافش مشکوک نزنه، که توجه رو جلب نکنه. باشه؟ چشم. بخواه اینجا چی کار داری؟ ها؟ از کی قایم شدی؟ از کسی قایم نشدم. چی شده؟ اینا چیه؟ چیه؟
تمام بدهی یارو انداختی سر مامان. آره چی شده مگه زیاد بوده؟ حال و روزشو ببین، تو چه جور آدمی هستی آخه؟ پسر فکر کردی تو این چند ماه خرج خونه رو چجوری دادم؟ ها؟ چرا داشتم جون میکندم اون هتل کوفتی رو بفروشم؟ وقتی ادای مرد خونه رو در میاری اینا رو هم بده دیگه، مگه کسی جلو تو گرفته؟ بلدی که آرتیست بازی در بیاری؟ پرداختش میکنم. خب اما نیومدم اینجا که ازت چیزی بگیرم. پس چرا اومده اینجا؟ ما به غیر از اینا بدهی و قرض دیگه ای داریم یا نه؟ اومدم اینجا ازت اینو بپرسم که به کسی بدهکاری یا نه؟ خب چه فرقی میکنه؟ هرچی باشه خودم همش پرداخت میکنم. تو چی میگی؟ چجوری میخوای بدی؟ آتش جان در حال حاضر تو نه به مامانت میتونی برسی نه به خودت. آخرش هم دست از با درستر میه پیش من. بمیرم هم نمیام. شب درازه، ما یه خانواده این پسرم. از گفتن این حرف خسته نشدی نه؟ امیدوارم یه روزی منو بفهمی. کاش اون روز با اون قایق زندگیمون گم می شدی و می رفتی، اقلن این خار شدن تو رو نمی دیدیم و نمی شنیدی. من به تو نگفتم؟ نگفتم که دیگه پدری ندارم که بهش تکیه کنم؟ به جای داشتن پدری مثل تو اگه یتیم بودم خیلی بهتر بود. بگو همشو بگو. خدا خفت کنه ابرن. مامان مامان چی کار میکنی؟ بده به من، مال منه. بده. اینا چی هن؟ هیچی. اوه تو مگه چی فکر کردی؟ گفتم بابات برای خود شیرینی آورده. آه نه، اونا مال منه. مامان یه چیزی بگم روحیت عوض بشه؟ اصلا حال ندارم دخترم. مامان مگه به آتش قول ندادیم؟ منم خوب نیستم اما چاره چیه؟ تو اگه یه سرفه کنی من مریض میشم. ببینم اون کیه که باعث شده چشمای دخترم برق بزنه؟ پروانه است. نه بابا، پروانه چقدر بچه خوبیه. پاپی رو نگه میداره، گل میخره. خیلی پسر خوبیه. به به، چه افتخاری میکنه. خیلی بامزه است. دخترم یکم بخوابم. آره وایسا مامان، چه خوابیدنی؟ سرت خوب شد؟ نه نخوابم چی کار کنه؟ از بس که فکر کردم مغزم قاطی کرده. میخوای برگردی رستوران؟ یه جورایی هوا عوض میشه، خوبه دیگه. اصلا حال ندارم. بورک درست میکنی؟ خب به بابا فکر کن و خمیرشو له کن. چطوره؟ دختر دیوونه. ببین یه جایی خونده بودم که از یه سنی به بعد دخترها میشن مامان مادرشون. نه بابا، تو فکر میکنی من الان تو این سن و سالم؟ هنوز مونده، مال این سن نیست. خب فقط امروز. فقط امروز؟ یعنی تو امروز منو ول نمی کنی نه؟ ای جونه ده. آخیش همینو میخوام عزیزم. مامان جونم، این بچه هرچی بگیره رو دستش میمونه. چرا این وسط به خاطر اون داستان دفتر خاطرات بهت گیر نده؟ اینقدر همش بودو بودو داره که اصلا وقت پیدا نکرد. گیر میده. ببین کی بهت گفتم. دختر اینا کیان تو خونت را میدی؟ پروانه مثل بابام حرف نزن. چه میدونم، خب یواشکی اومدن خونه دیگه. اوف، باید چیکار کنیم؟ این بچه زیر قرض و بدهی داغون میشه. آره انگار فقط همین بچه تو این دنیاست، مگه نه؟ خواهرش پس چی؟ اونم جون و جگر منه، مثل الماس میمونه. چیکار کرد تو رو بخشی؟
با این جاذبه‌ای که من دارم البته معذرت. پروانه تو اتاقتی آینه کوچیک هست، بکنم بهتره بری یه بزرگشو بخری، مثل اینکه خودتو کامل توش نمیبینی. چرا؟ مگه زشتم؟ سیبیل بسار، سیبیل بهت میاد. زود با یوسف خلاف تماس بگیر. یوسف خلاف کیه دیگه؟ همون یوسف که صبح گفتی دیگه. زود باش. اون یوسف خلاف نه، یوسف فشکونه. چه خبره عشقم؟ به هم گفتی عشقم؟ آره؟ چی بگم؟ ها؟ زنگ بزن دیگه. نه داداش، من قاطی این کارا نمیشه. پروانه، ما در شرایط انتخاب کار نیستیم. از این خوشم میاد، از اون خوشم میاد نداریم. ما دیگه آب از سرمون گذشته. چه یک وجب چه صد وجب. در هر صورت مأموره جلب دنبالمونن. اسم مامانم تو لیست سیاهشونه پسر. حالا چه کاری هست؟ چیزی نیست. آوردن یه ماشین لوکس که بیمه نداره. خیلی هم خوب میتونیم انجامش بدیم. یوسف فشکون اون چیزه نبود؟ همونی که دیسکو لازارو میچرخون؟ اون آدم خطرناکیه. این کارو نکنین. خدا میدونه از پشت این ماشین چی در بیاد. چی میخواد در بیاد اصلی؟ اصلا دوست ندارم این حرفو بزنم، اما مثل اینکه تو رو تا این سن تو پر قو بزرگ کردن، نه؟ به نظرم که دوست داری. ای بابا یوسفو بگیر دیگه، داداشم بگیر. دوستان میخوایم بریم و بیایم ازمیر. ببین چه خوشی بگذرونیم. بدهی کارت اعتباریم هم که کم 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 پرداخت میکنم. پس یه چیزایی هم شما رو مهمون میکنم. باشه باشه. فقط ببین، بعد خودمون اسمشو کت استیونز بذاریم. اگه داداشم بفهمه با یوسف کار کردیم، کل پوستمون رو قلفتی میگیره میکنه. فهمیدی دیگه؟ باشه. اسمش کت استیونز. خب دیگه من برم فعلا. خیلی خوب. این قارچ و پنیر ما نیومد که. باشه باشه پروانه، الان وقت رفتن بود. آقا ما هم یه بروکچه داشتیم. الانه که بگم بروکچه بخوره تو سرت. خیلی زشته، وقتی مشتری از آدم دریوری نمیگه. میدینی اون کی اونجا نشسته؟ اصلا برام مهم نیست. قصه ظریفه رو که میدونی ها؟ ظریفه؟ خودشه. پس بروکچه‌شو بهش نمیدیم. بده بده، از جاریش زیاد کشید، حداقل از بروکچه نکشه. بفرمایید. نوش جونتون. از 13 سالگی گوجه خورد میکنی هنوزم یاد نگرفتی. بده من. دختر ما هم برای خودمون یه سبکی داریم. آها لهوپه. بده برو کنار. به ماهی ها برس دیگه. پروانه رفته ماشین رو تحویل بگیره. خوب بسته‌بندی کردنش چنگیست؟ تا به من برسه خراب نشه. درست حسابی بستنش آقا، سالم میرسه. دختره رو چی کار کردی؟ اون خونه است آقا، داره گریه میکنه. مادرشم خیلی گریه میکرد. دختردار نشو چنگیست، دختردار نشو. به خدا قسم دختر باباشو داغون میکنه. پسر که باشه بد قلقی کنه، عصبانی میشه، میزنیش، میندازیش بیرون. پروانه، پروانه پسر خوبیه.
خوابیدش؟ خوابید. نه خوابیدم که، خیلی دیگه مونده. هنوز نرسیدیم. اگه شونت درد گرفته پاشم. دارم موهاتو بو میکنم، بخواب. کاش که ماشینو از سینوب میگرفتیم. دارم به گلام نگاه میکنم. خوب ببینش. پوله تدریس خصوصی رو واسش دادم. اما برا تو کمه. خوب جمع جورش کردی یا کلک؟ چرا شکلک در میاری؟ نه هیچی، یاد یه جوک افتادم. خب تعریف کن ما هم بخندیم. چرت و پرت بود، یکی از بچه ها میگفت، بیخیال. من برم. خود دانی. خب پس میرم یه چایی بریزم. حالا شد، بریز بیار، اینجوری خوبه. دم اون چشمی یادته، دور از چشم بابا شراب میخوردی. من که نمیخوردم، تو میخوردی. ای بابا، من خودم ختم همه اف خط. تو فکر میکنی اینجا جواب زندگی ما رو میده؟ میده. بذار این سختی ها تمام شه. حرف بابای خدا بیامرزت یادته، میگفت سختی ها که بره با یه قطره آب میتونم کل حیاتو زنده کنم. میخوام یه چیزی بهت بگم. فکر میکنم این سوی ما، یعنی فکر میکنم عاشق پروانه شده. پروانه ما هم از عشق اون رو ابرا میپره. سرنوشتو میبینی؟ آره. چجوری تو دل ما موند؟ نتونستیم با هم تا آخرش بریم. مگه میشه اینجوری؟ بله دختر، دنیا با ما چی کار کرد، ما چی کار نکردیم. تو با سو حرف زدی؟ نه. تو چی با پروانه حرف زدی؟ یه چیزایی زیر زیرکی میگه، من نمیفهمم. یه چیزایی نشخوار میکنه، بعد قورت میده، مثل دختر بچه هاست. اما من گوسالم. به من داری حالی میکنی؟ گوساله رو نپسندی؟ گوساله باشی که خوبه، گوساله هیچی نباشه خلق خوش داره. اما تو هر لحظه معلوم نیست چته. یه چیزی بگم،
تو این چند سال این اولین باره تو این حال خوشم. کدوم حال؟ همین الان، الانی که حالمون خوبه، کیفمون سر جاشه، الان خوشحالم. تو میخوری؟ نه تو بخور، من چای میخورم. مطمئنی؟ افران نمیری اونور، تو اونور نمیری. از تو باید بپرسم. آره برم. از من میپرسی، باید از روی نشم رد بشی تا اون سوال از فاریالی بپرسی. ببین اگه لازم باشه از اون نشت هم رد میشم. اونا دوستای من هستن، میتونی بفهمی دوست یعنی چی ها؟ حرف به مف نزن. ای لعنتی ها. هی فرار کن افران، فرار کن. آقا یوسف بهت اطمینان داره، ماشین رو تو بودروم تحویل بده، همونجا هم پولتو بگیر. باشه حتما. این عزیز منه، مثل یه بچه میمونه. آتش خوربونت، یواش آروم باشه، آروم. حال آدم رو خراب میکنی. باشه اصلی، اینو به تو میسپارم. در خدمتم. آه ببین اگه چیزی بشه پوستمونو میکنن. میدونی آقا یوسف چجور آدمیه؟ چیزی نمیشه پسرم، نگران نباش، دست منه. باشه ایشه. اصلی زود باشین دیگه، بریم عزیزم. آماده ای عشقم؟ آماده. خیلی دلم تنگ شده بود. صداشو گوش کن، گوش کن. اولین بار تو رو اینجوری میبینم آتش. چجوری؟ شیطون و شلوغ و هیجانی. تو منو باید تو استانبول میدیدی دختر. اگه من تو رو میدیدم اون وقت تو منو میدیدی؟ من اگه کورم بودم باز تو رو میدیدم عزیزم. هیچ فکر نمی کنم. تو عشق منو زیر سوال میبری؟ آره عشق من حداقل 350 درجه است. یواش یواش روانی، گفتم یواش. ماشین داغوم میکنی، ماشین چند میلیونی ها. خدای داره اعصابم رو خورد میکنه. یه چیزی میخوام بگم. میگم ما این ماشین رو تحویل یوسف ندیم، رفتیم باش حرف بزنیم، بگیم 4-5 روز دیگه دستمون باشه. همچین آدم منطقی و آرومی نیست که بشه این حرف رو بهش زد. مثل اینکه عشق تو نمیشناسی. یا کسی نیست که نتونم با حرف رازیش کنم. اعتماد به نفسش رو ببین، فول مثل ارغوانه. از این حرفت خیلی خوشم اومد. انگلیسیت هم کامله. تو مدرسه چرا این واحد افتاده بودی؟ راست گفتی. یا اصلا واسه چی افتادم؟
با شما باید سر کله بزنم. ایوالا 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 برو برو رد شو. ماشالله هوا. چه خبر شده؟ نه ترسش خم، چیزی نیست. حتما صورت مجاز رد کردی. پولی هم که قراره بگیری واسه جریمه باید بدی. چیزی نمیشه عزیزم، همه چی تحت کنترله. حتما معلوم میشه، نگران نباش. کارت ماشین و گواهینامه رو میخوای؟ سوال مورد علاقه. این کارت ماشین. لعنتی. چی شد؟ گواهینامه‌مو دادم به اون پیده فروشه. چی داری میگی آتش؟ اون روز پول نداشتم، منم گواهینامه‌مو گرو دادم به اون پیده فروشه. به تبریک میگم، واقعا که الان یادت افتاد؟ عشقم خب از کجا میدونستم؟ مگه من هر روز ماشین دارم آخه؟ خب یادم رفته دیگه. جناب میشه پیاده شین؟ گواهی نامه ندارین؟ سرکار میشه این کارو بکنی؟ تو تلفنم عکس گواهی نامم هست، از روی شمارش استعلام کن. نمیشه برادر. این ماشین امانت سرکار لطفا. نمیشه آقا. عجبا. ببخشید سرکار، ما دانشجو هستیم واسه درآمد این کارو میکنیم. میشه لطفا این دفعه ما رو ببخشی؟ نمیشه. اینطوری که نمیشه. اون چی بود؟ یه صدای اومد. تو صندوق عقب چی داری؟ صندوق عقب؟ اصلی تو صندوق چی هست؟ مگه صندوق تو نیست داداش؟ تو باید بدونی تو چی هست. ای بابا سفر، بیا این ماشین رو بگر. Şey çok güzel giderken takılaya gelmek var bu hayatta. Dost bildiklerin tarafından sırttan vurulmak var bu hayatta.